مگه خبر نداشتی؟ یعنی علیرضا خان قبلا ازدواج کرده؟ یعنی مامان خیریه دومیه؟ نمیدونم، اینجوری بوده. یعنی ببینم مگه من اصلا چیزی گفتم؟ اما خودتون الان گفتین. خب باشه باشه، اما زن بابام؟ باورم نمیشه. این ریحانه، ریحان. اما تو رو خدا پسرم، به کسی نگو از من چیزی شنیدی. عجب بابا، چه راز بزرگیه. ببین تو رو خدا دنیا رو نگاه کن، همه سرای پولدار از آب در اومد. به نظرت چند هزار لیره داره؟ به ما چه؟ ای بابا، با تو هم نمیشه هر صدا. لیلا، فردا اینو بپوشم؟ بپوش. وقتی بدون این که ببینی اجازه میدی، یعنی وضعت خیلی داغونه. بگم آمبولانس بیاد. صدا تو ببر نجلا. وای، چقدر بد اخلاقی تو. شوخی کردم. نکن. خب اوز امروز بهت زنگ زد؟ واسه چی میپرسی؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. زنگ نزد. هی دروغگو. واسه چی باید دروغ بگم؟ ای بابا بسته دیگه. ایوا چیه؟ اومدی چکمون کنی؟ حالت چطوره؟ خوبه خوبه، الان حسابی با هم دیگه حرف زدیم. اگه دادایی منم نمیخوای ساکت باش. ببینم تب داری؟ نه من خوبم آبجی، دلمم خوب شد. به خوابم دیگه خوب خوب میشم. برات شیره گرم بیارم میخوری؟ مرسی نمیخوام. حالشو ببین، شدی مثل بچه های غمگین. خب بهتره که بخوابی، اما فردا همون لیلای قبلی باش. باشه؟ باشه. شبت بخیر. شب بخیر. آه اینا رو نگاه کن، یعنی لازم اینقدر نازو یه مریضو بکشی خواهر جونری؟ حسود خانوم. شب بخیر. شب بخیر. که اینطور، علی رضا خانم تو زندگیش دروغ گفته، اونم نه یه دروغ کوچیک، یه دروغ به این بزرگی. فرخنده ول کن لطفا. اصلا تعجب نکردم، بالاخره باید یه دلیل واسه قیامتی که سر ازدواج من درآورد پیدا بشه دیگه. همین بوده دیگه، به خاطر وضعیت خودش بوده. آخه چه ربطی داره؟ چی میگی؟ میخوای هرسش رو سر من در بیاری شوکت؟ شماها رو پیچونده، قبول کن دیگه. واسه چی از ما پنهون کرده؟ چرا به همون نگفته؟ چه انتظاری داری؟ خب شاید دلیل جدا شدنش چیزی نیست که بخواد بگه، حتما یا فریب خورده یا فریب داده. ای بابا بیا بخوابیم دیگه. یعنی تو واقعا خوابت میبره؟ من که میدونم داری از فضولی میترکی. شوکت. شاید مامانت میدونسته، نمیخواسته شماها بفهمین. ممکنه؟ ممکن نیست، مامانم از ما چیزی رو پنهون نمیکنه. اینقدر مطمئن نباش، تو این دنیا دیگه به بابات هم نمیشه اعتماد کرد. هنوز نفهمیدی؟ آف بسته دیگه فرخونده، بسته دیگه. اون زنه الان کجاست؟ مرده است؟ زنده است؟ اگه زنده باشه دلم میخواست برم راجب بابات از اون بپرسم. میبخشید اما دیگه به حرفات گوش نمیدم، خوابم میاد. کجا میری؟ میخوام برم آب بخورم، تو هم میخوای برات بیارم؟ ممنون نمیخوام.
عزیزم یه چای دیگه میخوای؟ شکرت. نه ممنون. چی شده شکرت؟ چیزی نیست. میخوای به من چیزی بگی؟ نه بابا جم. خب باشه. های تری آبجی. هنوز نه، یکم وایسا چاییمو بخورم بعدش میریم. اما من دیرم میشه ها. امروز من میبرمت. نوش جونتون. خداحافظ عزیزم. راحت باش عزیزم. شوکت، تو حالت خوبه پسرم؟ بله بابا، خدا نگهدار. خب دیگه منم رفتم. به سلامت عزیزم. انگار همه گیره. بعد از لیلا انگار شوکتم عجب غریب شده. انگار هر کسی یه رازی رو مخفی میکنه. جالبه والا. واسه چی نیومدی خیریه؟ کار داشتم اومدم دیگه. شما بشین مامان، من انجامش میدم. باشه. خیلی میبخشین، واسه تون درد سر درست کرد. مهم نیست عزیزم. خیر باشه، چی شده؟ پیریه دیگه، دیشب جامو خیز کردم. معذرت میخوام. خیلی بامزه است این سرای خانم، بهانه یه خنده یه امروزم شد. تو حواست باشه یه وقت بهونه دستم ندی واسه خنده. دیشب راحت نخوابیدم، انگار یکی تو اتاقم راه میرفت، انگار روح مادر مرحومت. اه چی؟ تو رو خود بچه ها رو نترسونین سرای خانم. میخوام براش فاتحه بخونم. امروز منو ببر سر خاکش علی رضا، خیلی ساله که نرفتم. باشه، بعد از صبحونه میریم. من دیگه داره دیرم میشه. خدافظ خدافظ. به سلامت دخترم. تو هم برو دیگه. میشه امروزم نرم بابا، هنوز حالم خیلی خوب نشده. میبینم که داری به تنبلی عادت میکنی. تا وقتی فکر میکنی خوب نشدی نرو، اما درسایی که نبودی بعدن جبران کن. چشم بابا، قول. خیلی خسته شدی نه؟ چی کار کنم، نمیشد که نرم. امروز حسابی استراحت کن. اصلا توان سوزن دست گرفتن ندارم. اون کیه پیش علیرضا خان؟ لابد فامیلشونه. صبح بخیر. صبح بخیر، خوش اومدین. خیلی ممنونم. سلام خانم، من نیرم، همسایه علیرضا خان اینا. منم سرعیام، خواهر علیرضا. خواهر خوندمه. عجب، چه خوب، خیلی خوشبختم. داره دیرمون میشه علیرضا. ببین مگه دیگه. کجا میریم؟ میریم کارا جامی، واسه زیارت. خدا قبول کنه. خیریه خانم خونه است؟ خونه است، خونه است. خب مزاحمتون نشم. آبجی سرای سب کن. خواهش میکنم. آبجی واسه چی اینطوری رفتار کردی؟ زشت بود. اصلا از آدمای فضول خوشم نمیاد. بعدم مزار مادرم تو کاراجامی نیستش که تو کاندیناست. آه راست میگی آه. خیلی وقت نرفتم، خب یادم رفته کجا بوده. خیلی خوب. قهوه درست کردی؟ گفتم با مامان خیریه یه قهوه بخوریم. فکر نمی کردم تو هم بخوای. اگه بخوای برای درست میکنم. ها؟ نمیخوام، نوش جونتون. ول کن این کارو، بیاین با هم دیگه قهوه بخوریم. من و تو؟ میخوام با مادر شوهرم گپ بزنم، مگه بده؟ بلدی فلم بگیری؟ بهتر نیست به جای دیدن عکسای تو فنجون به عکسای واقعی نگاه کنی؟ نمیفهمم.
مثل که یکی اومده فکرت باز میکنم. ای خروس بی‌محل، تو چی میگفتی؟ عکس مکس و اینا؟ خوش اومدی ناب جون. اگه خیلی ممنون. وای نایر جون خیلی خوش اومدی. خواهر جون بازم به تسلیت میگم. دوستان سلامت باشن. بدش به من عزیزم. براتون سوغاتی آوردم. چرا زحمت کشیدی؟ به خدا قابلی نداره. پیش خوبیای شما که ارزشی نداره. صدف و تنها نذاشتیم. خوش اومدی صدف جون. بیا عزیزم. دیشب هر کاری کردیم نیومد. نجلا میخواست درس بخونه، لیلا هم مریض بود، گفتم مزاحم نشم. تازه صبحم میخواستم زود بیدارشم برم دنبال مامانم. اما دست آبجی فکرت درد نکنه، دیشب چند بار به هم زنگ زد. به خدا خیلی ازتون ممنونم. مهمون داشتین؟ مهمونو ول کن حالا. مراسم ختم چطوری بود؟ بچه هاش چطوری بودن ها؟ خب بزرگن، همه چیو میفهمن. تفلک. اما کوچیکترا که متوجه نیستن، یه گوشه بازی میکردن. ای وای تفلک ها، تو این سن کم یتیم شدن. اون همه مال و املاک و باغ هیچ کدوم به درد نخورد. زن به این جوونی مرد و رفت. خدا صبرشون بده. شوهرش چی کار میکنه؟ صبوری میکنه، اما همش میگه چطوری مراقب این بچه ها باشم، چطوری بزرگشون کنم. یعنی از الان داره خودشو حاضر واسه میکنه. چی؟ واسه یه ازدواج دیگه عزیزم. نگهداری بچه ها رو بهونه میکنه، زن میگیره. درسته، خاک سرده. میگن وقتی مرده رو خاک کردی یا داغش سرد میشه. سخته. کی سه تا بچه رو قبول میکنه آخ عزیزم؟ با بچه یا بی بچه، اینم یه جور ازدواج دیگه. من که منظوری نداشتم. ناراحت نشین، منم به خودم نگرفتم. ای وای، بعضی وقتا اصلا حواسم نیست چی میگن. قهوه میخوای بیارم آبجی نگه؟ نه عزیزم ممنون. میبخشید، من یکم تو آشپزخونه کار دارم. تو راحت باش، ما اینجا صحبت میکنیم. خب بگو ببینم، این خواهر خونده کیه؟ از کجا پیداش شده؟ دایه ی علی رضا خان بوده؟ چی بوده؟ چی شده آبجی فکرت؟ باید از تو بپرسم. چی؟ نگو که نمیدونی، اون شب تو خونتون یه چیزی شده. نه به خدا، لیلا اصلا مریض نیست، از اون شب به بعد عجیب شده. من چیزی نمیدونم. بحثتون شد؟ دعوا کردین؟ خب تو رو خدا بگو دیگه. ما بازی کردیم، بعدش هم خوابیدیم. بعدش؟ خوابیدیم، به خدا. باش، قبوله. خب میخواد اینجا بمونه؟ جایی رو نداره که بره. علیرضا خانو که میشناسی، اون اینجوری ول نمی کنه. میدونم، آدم دلرحمیه. آه سخته خیریه جون، سخته. لیلا خوابیدی؟ توی؟ چت شده لیلا؟ وای دیگه حالم از این سوال به هم میخوره. لطفاً صدف، میخوام یکم تنها باشم. آبجی فکرت خیلی به هم گیر میده، اما من بهش چیزی نگفتم. مگه چی شده؟ لیلا من تو رو دیدم، با صدای در بیدار شدم. وقتی دیدم نیستی فهمیدم رفتی. فکر کردم رفتی خونتون، بلند شدم ببینم. تو رو با اون دیدم، دیدمت که با اون رفتی. لیلا کجا رفتین؟ اون شب چی شد؟ واسه چی اینطوری شدی؟ تعریف کن. آره بگو، بگو تا منم بفهمم. آبجی تو گوش وایساده بودی؟ صدف ما رو تنها میذاری؟ آبجی فکرت، من خواهش میکنم. خب بگو ببینم. حرف گوش نمی کنن که خواهر جون، همینجوری با لباس نازک میرن بیرون. خب سرما میخورن دیگه. مامان من میخوام برم خونه، کلیدارو بده.
وایسا، منم دیگه میام. کجا داریم حرف میزنی؟ نه من برم، تو هم کارو بار داری. ای بابا، آخه مگه کار خونه تمومی داره خواه؟ آره والا، راست میگن کار خونه تمومی نداره، از صبح تا شب فقط بشورو بسن. مامان زود باش. باشه باشه. خب دیگه عزیزم، خداحافظ، ایشالله لیلام زود خوب باشه. ممنونم عزیزم، سلامت باشی. اما کاشی خورده نشسته بودی. بگو دیگه، دارم عصبانی میشم. آبجی تو رو خدا اصرار نکن. با کی رفتی؟ کجا رفتی؟ چی کار کردی؟ بگو دیگه، دیوونم نکن. نمیگم. به بابا قول داده بودی از ما چیزی رو پنهون نکنی، حتی اگه بد بود به همون بگی. هر چی که باشه رو باید به همون بگی. به هیچ کی نمیتونم بگم، حتی به من. فکر کنم اصلا خیال رفتن ندارن. ببین دخترم، نایر تنها دوست منه، وقتی اون میاد تو میری تو اتاقت زشته. مامان خیریه، نمیخوام بهونه بیارم، اما اونا از من خوششون نمیاد. وای بازم کار؟ بیان یه دقیقه بشینین دیگه. آخه اگه بشینم کی همه کار رو انجام میده؟ خب من انجام میدم، اما الان دستم کرمیه. ببینم ات لیلا. آبجی تو رو خدا اگه دیزم داری، چون دوست دارم اینجام لیلا. خواهش میکنم به هم بگو دیگه آبجی، بگو. آبجی جانم. آبجی تو رو خدا خوب. اوز چی؟ اونی که صدف تو رو باهاش دیده اوز بوده؟ اون شب با اون رفته بودی؟ نمیخواستم برم، به خدا به زور من رو سوار ماشینش کرد، گفت بوق میزنم همه رو بیدار میکنم. کجا رفتی؟ تو رو کجا برد؟ خونش. خیلی اصرار کرد، گفت از من میترسی. من هم واسه اینکه زشت نباشه رفتم. با چی کار کرد؟ به دست زد؟ اذیتت کرد؟ حرف بزن لیلا. من نرسیده اونجا پشیمون شدم، اما نتونستم بیا. نمیخوام. یالا یالا. نمیخوام. یالا. خیلی ترسیده بودم آبجی، خیلی بد بود. من نمیخواستم آبجی، تقصیر عوض بود، تو رو خدا باور کن. باور بکنم عزیزم. خیلی حالم بد آبجی، خیلی خجالت میکشم، دیگه نابود شد و تموم شد، از خودم بتونم برم آبجی. افلک من. آبجی تو رو خدا به ایشکی نگیم، ببین اگه به فاوت بیچاره میشم. تو هم اصلا به کسی نگو باشه. بهم قول بده. تو هم باید به من قول بدی، دیگه نباید با اون بیشرف حرف بزنی. باشه. خب دیگه خودتو جمع جور کن، کاری نکن بقیه بفهمن. خب باشه، یکم استراحت کن، بگیر بخواب، آروم باش. خوابم نمیبره، همشون صحنه جلوی چشمه آبجی، خیلی زجرون کشم. میکسره عزیزم، میکسره گلم، سعی کن بخوابی، بخواب. آبجی ممنونم. گلر گیچیار
داری چی کار میکنی؟ دنبال چیزی میگردی؟ راحتم بذار. کجا میری فکرت؟ میرم خرید، یکم میوه بخرم. باشه، پودر لباس شویی هم تموم شده، اونم بخر دخترم. باشه. بلد نیست در رو آروم ببنده. کارتون تموم شد؟ بالاخره. حالا که دیگه بیکارین، میخواستم اینو نشونتون بدم. چیو؟ این کیه؟ ریحان خانوم، همسر اول علیرضا خان. اتاق اسخان کجاست؟ اون اتاقه. بگم کی اومده؟ خانم محترم، خانم کجا میری؟ واسه امشب میتونم ببینمت پسر. پس فطرت دیگه با خواهرم کاری نداشته باش. اگه ببینم باز رفتی سراغش میکشمت. فهمیدی؟ واقعا نمیدونستین؟ من فکر کردم خبر دارین. اصلا فکرشو نمیکردم همچین چیزی رو ازتون پنهان کنه. این عکس رو پیدا کردم، فکر کردم حواستون نبوده افتاده. خیریه، خیریه، ما اومدیم. خوش اومدی. خیلی ممنون. وای چقدر خوب شد رفتیم. به خدا دلم آروم گرفت. خیلی آروم شدم علیرضا. ممنونم. بفرمایی بشینی براتون قهوه بیارم. داره والا، دستت درد نکنه. خیریه، چی شده؟ چت شده خیریه؟ این کیه علیرضا خان؟ مگه زبانت گرفته؟ چرا چیزی نمیگی؟ اینا از کجا پیدا کردی؟ از آلبومای سرعی خانم. هیچ وقت
هیچ وقت دیگه سراغش نیا، وگرنه پشیمون میشی. یه لحظه صبر کنین. دستای کثیفتو بردار. من لیلا رو دوست دارم. ببر صدا تو. من نمیخواستم اذیتش کنم. تو به اون تجاوز کردی. تو زندگی خواهرمو نابود کردی. خوب ازش چشمم بر نمیداری. خیلی دلت برای زن سابقه تنگ شده. زنم؟ این همه سال منو احمق فرض کردی. تو چی داری میگی خیریه؟ ریحان خواهر منه. چی؟ چی؟ آخه چرا گوش نمی کنین؟ لیلا واسه من خیلی با ارزشه. بابا تو دیگه چه آدم بی شرم و حیایی هستی؟ یه کاری میکنم منو ببخشه. اصلا همچین کاری نکن. از خواهرم دور باش، از خانوادم دور باش. عذرخوان، شوکت تکین اومده. باشه، دارم میام. باهاش قرار داشتم. اینجا باشین، برمیگردم. خوش اومدی شوکت. خیلی ممنون. بیا بریم اتاق یامان خان. باشه. تهمته، داره تهمت میزنه. چرا میزنی زیرش؟ مگه شما اینجوری نگفتین؟ بس نکنین. به خدا به ما اینجوری گفت. قسم نخور سوسک میشی. وای داره دیوونه میکنه. از سن و سالتون خجالت بکشین. فرخونده، عجب زنی هستی تو. تو دیگه از کجا اومدی تو فامیل ما؟ اونم چه فامیلی؟ فرخونده مؤدب باش. خیلی یه به پسرت بگو اینو زود طلاق بده. چی شده بابا؟ چشم حتما. دیروز با جیدا ذکر و خیرتون بود. یه مقدار کم پیدایی. دلمون تنگ شده بود. ما هم همینطور. اوضاع تو بانک چطوره؟ خوبه. اوز بشی. یه 5 دقیقه اگه اجازه بدین یه کاری دارم انجام میدم میام. بس زود باش. چی میل داری شوکت؟ یه چای لطفا. میشه دوتا چای بیاری؟ رفتهش؟ تو اتاق یامان خانه. فکرت کنم. یه وقت دیگه صحبت کنیم، خواهش میکنم. برو کنار. اما شما منو نمیشناسین. اونقدری که باید میشناختیم شناختیم، بیشتر لازم نیست. آبجی فرخونده، اعصابم خورد شده. تو چشام نگاه میکنه و دروغ میگه. آی اصلا حسی ندارم، حتما فلج شدم. آی دردم گرفت. ببین حس داری آبجی جون؟ قلبم داره تون تون میزنه، فکر کنم میخوام سکته کنم. عزیز دلم چی شده؟ این کیه؟ این لیلاست آبجی سرعی جون. لیلا کیه؟ وای خدا، یکم مشکل مالی داریم. با وام یه نفسی میکشیم. مبلغش سنگینه، اما شما مشتری قدیمیمون هستین. اگه مطابق با شرایط درست عمل کنین دیگه مشکلی نمیمونه.
شوکت. خب مشکل شرایط دیگه. ما میخوایم واسه یه سپرده واممون مبلغی نذاریم. اینجوری اصلا امکانش نیست. خب تو حلش میکنی دیگه شوکت. متوجه نشدم. میتونی نشون بدی که سپرده‌ای موجوده؟ شما چی دارین میگین؟ زود نه نیار. پیشنهادمونو بشنو بعد تصمیم بگیر. شما دارین به من میگین که حسابسازی کنم؟ یعنی میخواین که خلاف کنم، درسته؟ راجع به من چی فکر کردین یمان خان؟ صبر کن پسر جون. همچی زود عصبانی نشو. تو این کار نیستم. زود تصمیم نگیر. تو هم از این کار نفع میبری، سهمتو میگیری. با این حرفاتون رسمن دارین به من توهین میکنین. خواهش میکنم، اینجور مسائل پیش میاد، تو کارهای بزرگ پیش میاد. منو با دیگران قاطی کردین. من به خاطر چندرغاز سابقه خودمو خراب نمیکنم، اسم خودمو خراب نمیکنم. همچی چندرغازم نیست، پول خوبی گیرت میاد. نه به اون پول نه به دوستیتون احتیاجی ندارم. روز بخیر شوکت. شوکت صبر کن. آبجی تو کجا بودی؟ آبجی گفتم کجا بودی؟ رفتم یکم قدم بزنم، وگرنه خفه می شدم. راستشو بگو. مامان کجاست؟ نرو بالا، مامان و بابا دارن حرف می زنن. چیزی شده؟ نه پرس، بیا برات تعریف کنم. چرا هیچ وقت از خواهرت حرفی نزدی؟ چرا ما نمیشناسیمش؟ این که کجاست و چی کار میکنه؟ این همه سال چرا هم دیگر رو ندیدین؟ ریحان فوت شده خیریه. توی جوانی خودکشی کرد. یکی رو دوست داشت. بابام با ازدواجش مخالفت کرد. اونم نتونست از کسی که دوستش داره بگذره، خودکشی کرد، از زندگی دست کشید و رفت. بابام دیگه حتی اسمشم نیاورد. به مام گفت حق نداریم ازش حرف بزنیم. هرچی که مال اون بود و نیست و نابود کرد، انداخت بیرون، پاکش کرد، انگار که اصلا نبود. این کار اصلا نبوده. خیلی قصه خوردم خیریه، به خاطر اینکه این داغ رو دلمون گذاشت. خیلی از ریحان دلگیر شدم. عزیزم علیرضا، چطوری این همه سال این غمو با خودت نگه داشتی و به ما نگفتی؟ تو چجور آدمی هستی؟ چطوری تو قلبت نگهش داشتی؟ به خدا سنگم باشه آب میشه. آسون نبود، اما زمان خیلی عجیبه. انگار انسان قرار نیست هیچ وقت فراموش کنه. اول فکر میکنی که عادی شده، کنار اومدی یا حتی فراموش کردی، اما یه روز دوباره باهاش روبرو میشی. انگار اصلا این همه سال نگذشته. دوباره زخمای کهنه تازه میشه. علیرضا خان آروم باش. ولم کن، نظر گریه کنم. این همه وقت نخواستم گریه کنم. بذار الان عشق بریز. عزیز دلم. موسیقی
به قلبم هر موسم بنا سون بهار دوستو بار آه گون بیتیار باکینه دن یتیار قلبم هر موسم بنا سون بهار یاپراق دکنه هر موسم بنا سون بهار یاپراق دکنه. به خاطر این پیرزنه دیدی چه زایه شدم؟ حقته، واسه چی دخالت کردی ها؟ عکس از کجا آوردی؟ خودش بهم داد. منم باورم شد. تو سریا رو باور کن، بابا تو باور کن، فقط منو دروغگو کن. ببین حتی اونم بهتون نگفته بود. آره خب به شما چه؟ شما کی هستین اصلا؟ فرخوند مزخرف نگو. بابا صندوقچه اسرار بوده ها؟ واقعا که داداش تو عکسو دیده بودی؟ خب حالا چی شده؟ چرا به ما چیزی نگفتی؟ اینم بچه یه اون باباست دیگه، اینم راز داره. خب اونم اگه مثل تو دهن لق بود ما چی کار میکردیم؟ شنیدیم اگه نه؟ وای تو رو خدا با هم بحث نکنین، باباتون میشنوه حالش خوب نیست، غم امروزش براش بسه دیگه. خیلی عجیبه به خدا، چه چیزایی تو زندگی پیش میاد. مامان چی شده آیشه؟ امی سرعی منو میترسونه. وا واسه چی میترسی مگه من گل بیابونیم؟ آخه خیلی ترسینه که. ای بابا آبجی برو صورتتو بشو. برو برو عزیزم برو. انقدر این بچه رو لوس نکنین، براتون درد سر میشه ها. آخ کجاست اون تربیتی که علی رضا داره؟ کجاست؟ نگاه کنین پاشا داره میاد، اصالتو ببینین، ببینین و یاد بگیرین. آه تو هم داری منو لوس میکنی یا؟ بفرما علی رضا جان بفرما. آه نفهمیدم اومدی، خوش اومدی پسر. ممنونم بابا. منم اینجا. تو هم خوش اومدی. قضام یه کمه دیگه حاضر میشه. واقعا که این همه زن تو خونه است، اون وقت یه کدومتون تا الان یه قضا واسه پسرم درست نکردیم؟ عجله که نداریم آبچی. ببین اینا الان که خودت سرپایی دارن اینجوری بهت میرسن، وای به اون روزی که پیرشی، به خدا یه لقمه نونم دستت نمیدن. وای آبچی جون این دیگه چه حرفیه؟ البته نگران نباش عزیزم، اون موقعم نده پولت هرچی باشه دیگه، خیلی پول داری، یکیو میگیری مراقبت میشه. وای وای خدایم چیه باز چشاتو اون مدلی میکنی؟ مگه باور نداری یه عالمه پول مال علی رضاست؟ شرط میبندم اون پولام قلابی حساب ده. اینجوری فکر میکنی؟ حالا میبینی میبینی. وای ما با این چی کار کنیم علی رضا خان، حافظش هی میاد و میره. انگار مریضه. دیوانه است. میگم چیز نباشه، همین مریضیه که جدید اومده. اسمش چیه؟ آلزایمر؟ آره خودشه، قبلا فقط اسمش بود، الان دیگه بیماریشم واقعی شده. خب میبرمش دکتر؟ پولون بر گلرم بیلیرم گلرسن، پولون بر گلرم. اگه گفتین تو این چیه، یه سکه جایزه میدم به کسی که درست بگه. توش طلاست؟ آها مثل خنگا میمونه ها، اما ببینین چه زود جواب داد به خاطر سکه. باورم نمیشه. واقعا طلا؟ وای خدا بگیر عزیزم، اینم هدیه عروسیت، یکم دیر شد بگیر. دیدی شوکت جون؟ وای خیلی ممنونم عمه جون. اینم مال تو آبجی، اینو بذار کنار. بگیر عزیزم بگیر، حلالت به خوشی استفاده کن. نمیخوام آبجی. ای وای همش باید بهش اصرار کنم. بگیر دیگه، واسه چی انقدر لج میکنی؟ مگه من تو دنیا به جز تو کیو دارم؟
خودت بگو ببینم اینا رو به کی بدمشون؟ بذارم سر قبرم. آبجی وقتی میگم نمیشه نمیشه، نمیگیرم. ببین اگه نگیری میدمش به همین دخترها، برات یه ذرم نمیمونه ها.